بغل این عنوان ترانزیشنز ما یه دونم جنریتورز داریم که این آیکون هستش و اگر شما بیایید اینجا یه سری بک‌گراند داره که میتونید توی پروژهتون استفاده بکنید. به طور مثال ممکنه اول شما بخواید یه همچین چیزی داشته باشین و در واقع این تایتل شما روی تصویرتون نیاد که تصویرتون رو خراب بکنه. ما میتونیم اینجا بذاریم و حالا یه همچین حالتی داشته باشه. اگر دوست داشتید میتونید از اینا جای عکس استفاده بکنید یا بعداً اگر خواستید عکس خاصی رو ریپلیس بکنید جای اینها. یه سری پلیس هولدر دارید که مثلا اگر یه فیلمیه که هنوز وارد کامپیوتر نکردید، کلوز اپ کسی، میدیوم شات کسی، یا حالا تصویر خاصی از یه حیوانی یا یه منظره، یه میتونید این رو به عنوان پلیس هولدر اینجا بذارید. مثلا من یه تو شات الان میارم اینجا اضافه میکنه، بعدا میتونم اون شاتی که خودم دوست داشتم رو جاش بذارم. و یه عنوان دیگه هم این بالا شما دارید. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که اگر شما باز خود این عنوان کلیپ ادجاستمنت رو بزنید، این جنریتور رو هم از اینجا میتونید تغییر بدید و ببینید که مثلا این آکتو ترایامف مثلا جلوی این بک‌گراند یا جلوی این بک‌گراند چه تغییراتی میکنه، یا این یکی ممکنه من از این خوشم بیاد در این حال اگه آبی بود بهتر شاید یه همچین چیزی، البته این زیر آب شاید این بد نباشه. حالا این رو انتخاب میکنم دان. اما یه عنوان دیگه اینجا هست که میتونه جالب باشه و اونم این کره زمین هایی هستش که شما میبینید. نریز بدیم اینجا این پاکش بکنیم. این کره زمین رو من اگر درگ بکنم اینجا، یه مبدع و یه مقصد میتونم براش تعیین بکنم. مثلا مبدع من میتونه اینجا هامبورگ باشه و مقصد من پاریس، پاریس فرانس. خب من اوکی رو الان میزنم و الان اگر شما این تصویر رو ببینید خیلی اتفاق جالب میفته. دقیقا مبدأ و مقصد شما رو توی مسافرت نشون میده. اگر خواستید میتونید تغییرش بدید. مثلا بیایم توی این کلیپ اجاستمنت بگیم ما از تهران حرکت کردیم و از هامبورگ نبوده و حالا یه همچین اتفاقی میفته. یا اینکه شما میتونید بیاین بگین زوم کن روی کره زمینی که هست، این شهرها و این خط رو نشون بده یا نده. فاصلهش هم اینجا برای شما میزنه اگر احیانا خواستید. دابل کلیک هم باز همین پنجره باز میکنه. اگر شما خواستید مبدا و مقصد رو عوض بکنید خیلی راحت این سویچ رو میزنید و مثلا از پاریس به تهران میاد یا بالعکس. ویدیو افکت شما هم دقیقا روی این نقشه هم کار میکنه. به طور مثال ممکن شما بخواید این رومانتیک رو انتخاب بکنید و من دان رو اینجا بزنم ببینیم چه اتفاقی افتاد. و تمام این نقشه‌های دیگه هم که شما اینجا دارید یک همچین چیزی هستن و یه همچین کاری انجام میدن. شما میتونید چندین و چند تا از اینها داشته باشید. به طور مثال ممکنه یه ذره جلوتر شما بخواید اینجا یه دونه دیگه از این کره‌ها داشته باشید. مثلا حالا این دفعه از پاریس شما رفتین ونیس، توی ونیتو ایتالیا و حالا یه همچین چیزی اینجا داشته باشید. من باز دوباره زوم رو میزنم. یا اینجا میتونم زمانش رو هم کم و زیاد بکنم بنا به حالا چیزی که توی تدوین خودم نیاز هستش. این در صورت جنریتورها یه همچین کار کردی دارن و به این شکل میشه ازشون استفاده کرد.